سلام، به قسمت 26ام دوره آموزش زبان پایتون خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام در مورد ساختن کلاس که یکی از مهمترین مباحث برنامه نویسی و همچنین زبان پایتون هست باهاتون صحبت کنم. تا اینطوری ویدیو با من همراه باشین. قبل از اینکه بهتون نشون بدم که کلاس رو چجوری تعریف کنین، بذارین یک مثالی بهتون نشون بدم. فرض کنین که ما اینجا یه متغیری داریم به اسم numbers که یه لیسته که یه سری مقادیر داخل خودش داره. حالا ما میتونیم به این لیستمون یک سری کارا انجام بدیم. اون هم به این صورت: اسم متغیر رو می‌نویسیم و نقطه و یک سری موارد برامون لیست میشه که این موارد یا پروپرتی هستن یا متد. مثلا توسط اپند میتونیم یک آیتم بهش اضافه کنیم، کلیر کل آیتم ها رو پاک کنیم، کپی یک کپی از روی آیتم ها بگیریم و مواردی از این دست. حالا فرض کنیم که یک همچین متغیری داشته باشیم، مثلا مای کار مساوی با کار، و اینجا من بتونم مثلا بگم مای کار دات نیمش مثلا BMW، مای کار دات پرایسش یه همچین چیزی و چیزای از این دست، و بتونم حتی متد هم برای اون داشته باشم. مثلا بگم مای کار دات استارت انجین. برای اینکه به این هدف دست پیدا کنیم باید از چیزی به اسم کلاس استفاده کنیم که به این صورت انجام میشه. برای تعریف کلاس خیلی ساده است. از کیورد کلاس استفاده میکنم و اسم کلاسی که میخوام رو بهش میدم. مثلا کلاسی از نوع ماشین میخوام داشته باشم. کلاس به ما میگه که آبجکتی که قرار داشته باشیم باید این فانکشن ها رو داشته باشه و این پراپرتی ها رو، که وقتی که از روی اون کلاس آبجکتی ساخته میشه یا اینستنسی ساخته میشه، به صورت اتوماتیک اون پراپرتی ها و فانکشن ها به اون آبجکت اتصال داده میشه و میتونیم ازشون استفاده کنیم. برای نامگذاری کلاس ها دقیقا قوانینی که برای نامگذاری متغیرها وجود داشت هم اینجا وجود داره. مثلا با عدد نمیتونه شروع بشه یا بین اسممون اسپیس نمیتونه باشه و قوانینی که برای متغیرها گفتیم. و استانداردهایی که برای اسمگذاری کلاس ها بیان کردن اینه که مثلا اگه بخوایم اسم کلاسمون رو مای کار بذاریم، نباید به صورت مای آندرلاین کار استفاده کنیم. کامپایلر ایراد نمیگیره، ولی به صورت استاندارد بهتره که ازش استفاده نکنیم. و نکته دیگه این که اگر که کلاسمون از کلمات مختلف تشکیل شده، مثل اینجا از دو تا کلمه تشکیل شده، حرف اول هر کلمه رو به صورت حروف بزرگ می‌نویسیم و بقیه رو به صورت حروف کوچیک. خب فعلا من کار رو در نظر میگیرم، اینتر، و دقیقا مثل تعریف فانکشن دو تا اسپیس یا چهار تا اسپیس فاصله میگیریم و حالا فانکشن ها و پراپرتی هایی که میخوام رو براش تعریف میکنیم. حالا من میخوام مثلا اینجا یه دونه فانکشن تعریف کنم به اسم start engine و توی خروجی هم بگم print کن engine is started. خب الان تعریف کلاسمون تموم شد و میتونیم از این کلاس استفاده کنیم. برای تعریف کلاس باید یه دونه اینستنس از روی اون بسازیم که به این صورته. مثلا من اسمشو میذارم my car مساوی با car پرانتز باز و بسته، و حالا میتونیم از مقادیر این استفاده کنیم. خب اینجا من میتونم بگم حالا mycar.startengine که به صورت خودکار اسم start engine اینجا میاد و من میتونم ازش استفاده کنم. حالا اگه من اینو اجرا کنم توی خروجی میبینیم که یک خطا به من میده، و اون خطا هم به خاطر این هست که تمامی فانکشن هایی که توی کلاس تعریف میکنیم باید حداقل یه دونه پارامتر داشته باشه و اون هم پارامتر self هست، که بعداً بیشتر باهاش آشنا میشیم و متوجه میشیم که برای چی این پارامتر باید وجود داشته باشه. حالا اگه من اینو اجرا کنم، نتیجه خروجی به صورت کامل اجرا میشه و میتونیم توی خروجی نتیجه رو ببینیم. در مواقعی پیش میاد که میخوایم وقتی که یک آبجکت ساخته میشه همون لحظه پروپرتی های خاص خودش رو هم ست کنیم و از کاربر بگیریم. برای این کار باید به این صورت عمل کنیم. توی کلاس ها چیزی داریم به اسم کانستراکتور که در واقع یک فانکشن که به صورت استاندارد تعریف شده، و در لحظه که یک آبجکت از روی کلاس ساخته میشه اون کانستراکتور صدا زده میشه و میتونیم توی اون عملیاتی رو انجام بدیم. و تعریفش به این صورته: میگیم def فاصله دو تا آندرلاین init و دوباره دو تا آندرلاین و پرانتز باز و بسته و پارامتر self رو بهش میدیم، و حالا اینجا میتونیم یه سری کارها رو انجام بدیم. مثلا میگم print کن init. اگر که من اینو اجرا کنم میبینیم که اول init صدا زده شد. به معنی که یک آبجکت از روی کلاس ساختم کانستراکتور صدا زده شد و نتیجه رو توی خروجی دیدیم، و بعد از اون هم که متد استارت انجین صدا زده شد. حالا میتونیم به این فانکشن کانستراکتور پارامترهای دیگه رو هم ارسال کنیم که پارامترها رو به این صورت تعریف میکنیم. مثلا اسمشو میذاریم ظرفیت، مثلا
و مثلا تایپ، کالر و چیزایی از این دست که اینجا میتونم به این صورت استفاده کنم ازش. توی فانکشن init میگم self dot مثلا کالرش مساوی باشه با کالری که ارسال شده، میتونم بگم self capacity مساوی باشه با capacity که ارسال شده، میتونم بگم self dot تایپش مساوی باشه با تایپ. حالا من این پرینت من پاکش میکنم. حالا اتفاقی که اینجا میفته به معنی که میخوایم یک اینستانس از روی آبجکتمون بسازیم، باید پارامترهایی که براش تعریف کردیم رو هم براش بفرستیم. ولی توجه کنیم که اولین پارامتر که سلف هست رو نیازی نیست ارسال کنیم و عملا نباید ارسال کنیم. خب پس من از پارامتر دوم که کپاسیتی هست شروع میکنم. مثلا میگم ظرفیت 6 نفره، تایپش SUV و رنگش هم مثلا یلو زرد باشه. خب حالا توی خط بعد من میتونم از این پارامترایی که ارسال کردیم به این صورت استفاده کنم. میتونم بگم mycar.colorش رو برام پرینت کن. نتیجه خروجی به این صورت میشه. پارامترها به سلف الحاق شد و نتیجه رو توی خروجی تونستیم از آبجکتمون بگیریم و نشون بدیم. پارامتر سلف در واقع همون اینستنسی است که از روی کلاس ساختیم که میتونیم به اون دسترسی داشته باشیم. و نکته دیگه که میخوام اینجا بهتون بگم اینه که آبجکت هایی که توی پایتون ساخته میشن کلا داینامیکن، یعنی ما میتونیم در موقع ران تایم بهشون پراپرتی اضافه کنیم و ازشون استفاده کنیم. مثلا من میتونم اینجا بیام بگم mycar dot مثلا wheel countش تعداد چرخاش مثلا مساوی با 6 تا باشه. حالا من میتونم اینجا توی خط بعد این مقدار رو ازش بخونم که میبینیم به صورت کامل خونده شد. مباحث مربوط به کلاس ها خیلی گسترده تر از اینه و توی ویدیو بعدی ادامه این مطالب رو با هم دیگه خواهیم داشت. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اونو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتون توی کامنت ها هستم. این ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میکنم از همین کانال، اگه دوست داشتین اون رو هم تماشا کنین.